سرخط مهمترین خبرها. امنیت ملی: عاملان ده‌ها رویداد تروریستی از جمله حمله بر جنبش روشنایی را بازداشت کرده است. و در پایان اشتباه جدی جنبش ملی در فاریاب. با نام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری چینل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارش نامه افغانستان چنین نگاشته است: اشتباه جدی جنبش ملی در فاریاب. خطای محاسباتی جنبش ملی اتحاد تاجک و پشتون را علیه خودش شکل می دهد. در رزمایش های چالش انگیز سیاسی و امنیتی در فاریاب، جنبش ملی در خط یک اعتراض مشروع و توجیه پذیر بیش می رفت، اما وقتی بیرق ترکستان جنوبی را برافراشتند در افکار عمومی و محافل اثرگذار سیاسی، اوضاع به زیان جنبش ملی در حال تغییر است. پرچم افرازی ترکستان جنوبی فوری در سطح داخل افغانستان و کشورهای همجوار واکنش شدیدی ایجاد می کند که کرده است. مراد از بیرق ترکستان در قلمرو افغانستان جز نشان دادن خیالات تجزیه جغرافیای قومی چه توجیه دیگری دارد؟ سوال این است که آیا جنبش ملی توان شکل دادن یک جغرافیای مستقل ترکستان مجزای از افغانستان که در آن حرف اول را بزند دارد؟ پاسخ این پرسش قطعا منفی است. جنبش نه در سطح داخلی در این مسئله حامی دارد، نه در سطح ممالک همسایه. ترکستان قدیم بخشی از تاریخ ماضی است، اما این مانور از نظر سیاسی برای جنبش و درک تبارها خالی از جنجال های سرنوشت ساز نیست. وقتی حامیان احمد مسعود بیرق متفاوت مجاهدین را علم می کنند، معنایش نشان دادن یک روایت مقاومت سیاسی است. اما بیرق ترکستان جنوبی معنایش تشکیل دولت ترکستان و بریدن از جغرافیای افغانستان است که در قدم اول با مخالفت گسترده و تمام عیار تاجک ها روبرو شده و باعث پیوند و همسویی محکم سیاسی و نظامی بین تاجک و پشتون و انزوای سیاسی جنبش ملی خواهد شد. همچنان این در حالی است که امنیت ملی عاملان ده ها رویداد تروریستی از جمله حمله بر جنبش روشنایی را بازداشت کرده است. 8 صبح کابل. دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری به نقل از ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که عاملان ده‌ها رویداد تروریستی از جمله طراحان حمله بر جنبش روشنایی و شفاخانه 400 بستر اردوی ملی را بازداشت کرده اند. ریاست مطبوعات و روابط عامه معاونیت اول ریاست جمهوری روز پنجشنبه 30 ثور با نشر خبرنامه گفته است که ریاست عمومی امنیتی ملی در یک عملیات اپراتیفی یک هسته مهم گروه تروریستی داعش را در نواحی مختلف شهر کابل متلاشی و اعضای آن را بازداشت کرده است. دفتر مطبوعاتی معاون اول از افراد بازداشت شده به نام های ظریف الله، عبدالواحد، محمد صابر، ایوب، عزیز الرحمن، عبدالمتین و ختیجه یاد کرده و گفته است که بر اثر تحقیقات امنیت ملی کابل، شریف الله، عبدالواحد و قاری صابر اعتراف کرده اند که تا اکنون در 51 حمله انفجار، 4 انفجار موترسایکل و بایسکل، 1 انفجار موتربم، 3 انفجار ماین و در 2 مورد پرتاب راکت پراگنی و 1 مورد اختطاف دست داشتند. در این خبرنامه گفته شده است که افراد بازداشت شده اعتراف کرده اند که این شبکه در انجام و طرح ده ها حمله مرگبار، بمبگذاری، آدم رو بایان، حملات راکتی و قتل های هدفمند نقش داشته است. با گفته دفتر مطبوعاتی آقای ساله، این افراد به ترور رهبران و علمای برجسته دینی در مناطق مختلف کشور و بمبگذاری در اماکن مذهبی و عمومی نیز اعتراف کرده اند.
طبق معلومات بازداشت شدگان این شبکه گروه داعش تا کنون 20 خانه را در نواحی مختلف شهر به کرایه گرفتند و از آن برای جابجایی افرادشان و ساخت و سازمان ماین استفاده کردند. دفتر مطبوعاتی معاون اول گفته است که این گروه تا کنون 50 انتحاری کننده را از ننگرهار به کابل انتقال داده اند. همچنان در این خبرنامه آمده است که افراد بازداشت شده در ساخت و ساز ماین در خانه خالق قندهاری با اسمهای مستعار حنیف و هلال، یکی از همکاران نزدیک به دکتر نقیب که سابقه حزب اسلامی را داشته و بعداً به عضویت شبکه حقانی به سرگروه تاج میر جواد در آمده است اعتراف می کنند. دکتر نقیب شبکه های داعش را در کابل سازماندهی می کرد که در عملیات اخیر در حوزه ابدهان با یک تن انتحاری دیگر کشته شده است. با این حال دفتر مطبوعاتی آقای صالح گفته است که عمدترین حملات این افراد بالای جنبش روشنایی شجدرک مفتی نعمان در ولسوالی شکردره، حمله بالای موتر حامل کارمندان حج و اوقاف، حمله بالای وکلای معترض در چهارایی زنبق، انفجار ماین در میان حمایت کنندگان جنبش تحفظ پشتونها، حمله راکتی از ساحه 500 فامیلی و شهرک آریا بالای سفارت آمریکا، حمله بر مسجد امام زمان در قلعه نجارا، اختطاف و قتل دو خانم خارجی در عقب لیسه حبیبیه، حمله بر زیارتگاه سخی در روز نوروز، حمله در ساحه سرک 14 وزیر محمد اکبرخان، حمله در سیروی شجدرک بالای خبرنگاران، حمله بر تگیه خانه قلعه فتولا، حمله بر پوهنتون مارشال محمد قسیم فهیم، حمله بالای علما در دروازه ورودی خیمه لوی جرگه، حمله بالای اعتراض کنندگان قوم شریف هزاره، انداخت هاوان بالای ارگ ریاست جمهوری، حمله بر وزارت مخابرات، حمله بالای مسجد الزهرا، حمله بر موتر خارجی در نزدیک چهارای مقاومت، حمله انتحاری بالای قراول اول وزارت احیا و انکشاف دهات و حمله بالای شفاخانه 400 بستر اردوی ملی بوده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. الله متعال حافظ و نگهدار شما باشد. تا ویدیوی دیگر بدرود.